بنیاد دفاع از دموکراسی ها افدیدی در شهر واشنگتن صبح امروز در جلسه تحت عنوان نفوذ آمریکا در خاورمیانه میانه سیاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در قبال ایران به بحث گذاشت. در این جلسه تنی چند از کارشناسان و مقامات پیشین صاحب نظر در امور خاورمیانه میانه و امنیت ملی و استراتژیکی آمریکا در خاورمیانه میانه شرکت داشتند. همکار ما شهلا راست از این نشست گزارشی تهیه کرد. نشست بنیاد دفاع از دموکراسی ها امروز حول محتوای کتابی به نگارش مایکل دوران عضو ارشد مؤسسه هاتسون برگزار شد که در آن تلاش کرده سیاست رئیس جمهوری پیشین آمریکا دوایت آیزنهاور را در روی کرد با مصر در دوری ریاست جمهوری جمال عبدالناصر مبنی بر عقب راندن نفوذ روسیه از خاورمیانه تحلیل کند که موجب ایجاد خلأ در خاورمیانه و نزدیکتر شدن مصر به شوروی سابق شد. <تصحنت> هدف آقای مایکل دوران مقایسه تشابه روی کرد پرزیدنت آیزنهاور با سیاست خارجی پرزیدنت اوباما است و در سایی که دولت دانالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میتواند در اتخاذ سیاست در قبال خاورمیانه و ایران از آن بهره برد. مایکل دوران در این جلسه گفت آیزنهاور بر این باور بود که ناسیونالیسم عبدالناصر علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق و به سود آمریکا کار خواهد کرد. آنچه برای آیزنهاور رو داد این بود که با قدرت بخشیدن به عبدالناصر خلاع قدرتی در منطقه ایجاد کرد که به نزدیک شدن ناصر به شوروی منجر شد. آیزنهاور گمان میکرد که مصر به آمریکا نزدیک خواهد شد ولی خلاف این بود. در ارتباط با گزینش رکس تیلرسون از سوی آقای ترامپ برای مقام وزیر خارجه کابینش صدای آمریکا در گفتگو با کلیف می رئیس بنیاد دفاع از نظر وی را جویا شد هز... کلیف می پاسخ داد بسیاری از چهره های معتبر نظرات بسیار مثبت و خوبی درباره او اظهار کردند و او دارای توانایی و آگاهی بسیاری در کار و تجارت بین المللی است ولی آنچه من علاقمند شنیدن آن هستم پاسخ‌های است که آقای تیلرسون در برابر سوالات سختی که اعضای کنگره با او مطرح خواهند کرد ارائه خواهد کرد. او فردی صاحب کمالات است ولی هنوز با قضاوت در مورد تایید صلاحیت خود برای احراز بالاترین مقام در سیاست خارجی آمریکا روبرو است. من او را تایید یا رد کنم آقای ترامپ مانند زمینه های دیگر متفاوت عمل می کند و گزینش شخصیتی از دنیای تجارت برای این مسئولیت هم یکی از آنهاست. آقای می در مورد سیاست دونالد ترامپ در قبال خاورمیانه میانه و به ویژه ایران به صدای آمریکا گفت مشکل به توان پیش بینی کرد که او چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد. می توانم بگویم که آقای ترامپ بر این باور است که توافق غیر ارزامی اتمی که پرزیدنت اوباما با ایران انجام داد و اکثریت اعضای کنگره با آن مخالف بودند و نتوانستند به آن رأی بدهند یک توافق بدی بوده است و آقای ترامپ موشکافانه آن را مورد نظر قرار خواهد داد و حتما این است که او سعی خواهد کرد به شیوهی بسیار سختتر آن را اعمال کند کلیف می افزود آقای ترامپ حاضر نخواهد بود در مورد فعالیت‌های موشکی ایران که با روح توافق تضاد دارد چشم پوشی کند و با ژنرال ماتیس وزیر احتمالی دفاع آینده که آنچرا ایران علیه آمریکا در عراق و در حمایت از شبه نظامیان شیعه که صدها آمریکایی را کشتن فراموش نکرده در روی کرد با ایران مشاوره خواهد کرد شهلا رسته صدای آمریکا واشنگتن